احتمالا برای شما هم پیش اومده که زمان تعویز شم خودروتون دوباره بخواید یه شم جدید رو بخرید و روی ماشینتون نصب کنید اما یه سوال مهمی که پیش میاد اینه که آیا این شمی که من خریدم برای خودروی من مناسبه و اصلا به خودروی ما آسیب میزنه یا نه ببینید وقتی یه خودروی تولید میشه ساز میاد با توجه به یه سری از اون عوامل مختلف و فاکتورهای مختلف میاد یه شمی رو برای خود ما انتخاب میکنه که حالا این شمی روی دستمه یه شم شرکت بشه که قسمت های مختلفی داره و یه قسمت خیلی مهمی که هست این قسمتی که یه اعداد و حروف اینزا حج شده که به خود حرارتی مشهوره که شما وقتی یه شم رو میخرید اطلاعات اون شم روی این در واقع کد ها شده که من میخوام اینا رو براتون در واقع تشریح کنم و دونه دونه اینا رو باز کنم که ببینیم این ادا در چه معنی میده که شما وقتی یه شمع رو میخواید بخرید بفهمید که این شم از چه نوعیه و برای چه خودروی مناسبه ببینید این شم که توی دستمه به غیر از زنی یه وظیفه خیلی مهمی رو برات داره که اونم انتقال حرارت مناسب گرما به بیرون از محفظه احتراقه این حرارت هم بیشتر از طریق این رزوه هایی که این قسمت وجود داره که با سرسیلن در تماس اینا رو در واقع این حرارت رو انتقال میده و بیرون از محفظه احتراق و حالا یه سری از این شمع حرارت رو سریعا به بیرون انتقال میدن و یه سری از در واقع این شمها حرارت رو توی خودشون نگه میدارن و دیرتر این حرارت رو انتقال میدن چه این فرقش اینزاست چه به این شمع که حرارت رو سریعتر به بیرون انتقال میدن شم سرد گفته میشه و شمعی هم که حرارت رو دیرتر و کنتر به بیرون انتقال میده به این شمع ها شمع های گرم میگن و یه سری از اون شمع ها هستن که ما بین سرد و گرمه و به شمع در واقع متوسط و میانی معروفه حالا ما اگه بخوایم از طریق این شکل ظاهری این شم به این نگاه کنیم دقیقا نمیتونیم متوجه بشیم که این شما یا سرده یا گرمه که از طریق این کد حرارت که این قسمته ما میتونیم بفهمیم که این شم از سنویه ببینید توی موتور خودرو یه دمای بهینه تعریف میشه که این دما بین 450 تا 850 درجه سانتیگراده در واقع دمای زمان اولی احتراق و دمای نهایی احتراق بنابراین شم باید بعد پایان احتراق به دمای 450 درجه سانتیگراد برگرده و همچنین در انتهای احتراق هم به بالای 850 درجه سانتیگراد نرسه همونطور هم که توی شش میبینید هر دو تا شم که مقایسه شده دارای سایز و فیلر یکسانند ولی یه تفاوتی که اینجا میتونیم بهش اشاره کنیم کد حرارتیه هر چقدر سرامیک دور الکترود مثبت شم بلندتر باشه اصطلاحا شم جنگ گفته میشه و هر چقدر هم سرامیک یا تینی دور الکترود شم مثبت کوتاهتر باشه به اون شم سرد گفته میشه فقط نشته که هست این بلند و کوتاه بودن سرامیک رو با سایز شم نباید اشتباه شده ببینید تولید کننده های شم با توجه به ساختاری که این شم ها دارن میان یه محدوده دمایی رو برای این شما تعیین میکنن برای مثال شرکت بش با کد حرارتی دو که سرد شروع و با کد ده که جرمه تموم میشه و این اعداد توی برندهای مختلف متفاوته که این رقم ها به صورت شماری فنی هر مدل زیج میشه برای مثال این سارسا ششتی که در واقع کد حرارتیش روش نوشته شده که این ششت ها هر کدومشون برای خودشون یه کد حرارتی مخصوص به خودشون رو دارن که شما وقتی یه شم رو در واقع توی دستتون میگیرید اول باید برند رو نگاه کنید بعد حالا اون کاتالوج که الان میخوام بهتون نشون بدم با توجه به اون کاتالوج ما میتونیم این شم ها رو بخونیم و ببینیم که این شم از سه نوعیه که این اعدادی که ما بین این حروف قرار داره این همون کد حرارتیه که توی شرکت انزیکا پنزه بوش هفته اینزا تامپلون دوازده و دنسو بیسته ببینید این کاتالوگ مربوط به شرکت بوشه برای شرکت های مختلفم هست اینزا من اون کد حرارتی شمی که آورده بودم رو می نویسم ببینید اون عدد که نوشته بود FLR8 LDCU پلاس ببینید توی شمی که من آورده بودم اولش اف نوشته بود خب اف اینجا چیه حالا من تصویر رو یکم بزرگتر کنم ببینید این قسمتی که حالا F F اف به معنی در واقع قطر 14 میلیمتر در 1 و 25 که قطر شم رو نشون میده اینم 1 و 25 هم قام پیتر که اون رزوش قامش 1 و 25 با قطر 14 میلیمتر یه بخش ما اینجا هست هیچ سایز که اینم اندازه 6 سلی یا همون عرض آچارخوره که 16 بخش دوم هم مربوط میشه به نوع تراحی شم که اینجا ال آره و شمی که من آورده بودم همونم هم, بودن هم ال آر بود که ال آر معنیش در واقع که اینم هم تصویرش هم بزرگتر کنم ال میشه سارفیس ایر گپ اسپاچ پلاچ که معنیش میشه دارای فضای شکاف روی سطح شم و آر هم ویت اینترفرنس سپریشن ریسستور که معنیش میشه از تداخل اون با الکترود حالا اگه شمتون از نوع دیگه بود اینجا فرضا اینجا بی سی ای حالا اینجا بستگی داره به اون شم میشه چی نوشته روش اینجا برای ما ال نوشته بود و حالا این قسمت که خیلی هم مهمه کد حرارتی یا hate محدوده دماییه اینجا محدوده دمایی که توی شم ما بود هشت بود نسبتا شم متوسط یا جزو شم های میانی محسوب میشه شم توی دستم که شم های خوبی هم برای خودروهای استاندارد بیشتر استفاده میشه قسمت بعدی هم طول رزوه و موقعت شمه که اینجا توی شمی که من آورده بودم ال بود که ببینیم ال چقدره تقریبا 19 میلیمه طول رزوه شم که قسمتی که به سرسیلند وست میشه همون قسمت 19 میلیمتره بخش بعدی مربوط میشه به نام براف الکترودیس یا همون تعداد الکترودهای های منفیه که اینزا دیه که دوبله برای شمی من آورده بودم هم دی بود که دو پلاتینه بود توی نه ها استاندارد نوشته ببینید نام استاندارد بخش بعدی هم که خیلی هم مهمه الکترود متریال یا جنس الکتروده که اینم خیلی مهمه اینجا پی پی به معنی پلاتینیومه و توی شمی که من آوردم سی نوشته سی به معنی کوپر کوپر همون مس که جنس الکترود رو مثل که اینا عمرشون کم این شم ها مسی و شم ایریدیومی و پلاتینیومی از همه اینا عمرشون بیشتره یه سری از شم هم هستن که جنس الکترودشون از نیکله که اینا حدوداً بیشتر از این مسی ها هستن بخش بعدی هم که اینجا نوشته اسپیشال دیزاین های مخصوص توی شمی که من آورده بودم نبود توی بعضی از ها این عدد نوشته میشه بخش آخر هم حرف یو نوشته به همراه توی شمی که من آورده بودم یه مثبت هم زدوش بود حالا اینو که من بزرگتر کنم ببینید این یو همون جپه یا فاصله دو تا الکترود مثبت و منفی از هم این فاصله که حالا اینجا یو نوشته همون یک متره. و یه مثبت هم که جلوش بود تکنولوژی سوپر پلاسه که اینم به این معنیه این در واقع برای شم بوش بود اینم برای ششت انزیکایه که اینم اعداد و حروفش فرق داره با هم و توی شم های مختلف هم متفاوته و شما اگه خواستید حالا هر شمی که داره یه سری شم های ایرانی هستن که اینا استاندارد بوش رو در واقع میان استفاده میکنن و شرکت های خارجی معروف مثل انزیکا دنسو یا بوش اینا هر کدوم برای خودشون یک کاتالوگ مخصوص دارن که میتونید از گوگل سرچ کنید و پیدا کنید ممنون از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید منتظر ویدیوهای بعد از کانال من باشید فعلا تا بعد